به نام خدا. سلام دوستان، تو این جلسه میخواییم راجع به تایپوگرافی صحبت کنیم. ببینید، اگر شما به عنوان یک قالب نویس قبلا فعالیت کرده باشین یا میخواین فعالیت کنین، باید بدونین که بخشی از محتوا رو قالب به صورت اتوماتیک ایجاد میکنه. به عنوان مثال این منو رو، HTMLش رو، اگه به عنوان مثال اگر این سایت رو وردپرس کنیم، وردپرس برای ما تولید میکنه و CSS اون رو استایل میکنه. ادمین نقشی توی HTMLش نداره، در واقع ما از وردپرس میخوایم که با این HTML تولید کنه. این برید کرام همینطور، این منوها، این شبکه های اجتماعی. ولی بخشی از محتوا هست که ادمین وارد میکنه و در واقع باید با یک HTML خاص وارد کنه تا اون استایلی که ما توی CSS وارد کردیم بهش اعمال بشه. خب اون بخشی رو که کاربر توی محتوا وارد میکنه، ما به عنوان مثال بهش میگیم تایپوگرافی. اگر به این مقاله دقت کنید، فقط متن خالی نیست. به عنوان مثال اینجا ما یک متن بولد داریم، اینجا یک تایتل داریم، اینجا یک متن خالی داریم، اینجا یک جدول داریم، اینجا یک نمودار داریم. تمام اینها رو باید ادمین وارد کنه و ما باید براش کلاس های مورد نظر رو ایجاد کنیم. خب یک سری چیزها توی محتوا عمومیه، یک سری چیزها رو مثلا ما توی محتوا به ندرت داریم. خب چیزهایی که توی محتوا عمومیه، بعضیش رو با هم مرور میکنیم. دکمه ها توی محتوا عمومیان ما باید حتما یک سری دکمه در نظر بگیریم که کاربر بتونه با اضافه کردن کلاس های خاص توی محتواش داشته باشه. لیست ها حتما هستن، ما باید لیست ها رو استایل کنیم. یک سری باکس های آلرت هستن، اونها رو باید ایجاد کنیم. سپریتور ها هستن که متن ها رو، تیک های متن رو از هم جدا میکنن، اینها رو باید مد نظر داشته باشین. گالری ها هستن که جلسه قبل با هم ایجادشون کردیم. و عنوان ها، تگ های هدینگ، تگ های متنی، هایلایت ها، نقل قول ها، دراب کپس ها که البته تو فارسی کاربردی ندارن. ما باید اینها رو تولید کنیم که کسی که میخواد مقاله رو به عنوان مثال توی وردپرس یا توی جوملا یا هر سی ام اس دیگه ای وارد کنه، با استفاده از اون کلاس ها بتونه یک متن غنی رو داشته باشه. خب تو این جلسه میخوایم با هم چند تا تایتل رو ایجاد کنیم. به سراغ HTML میرم، CSS هم رو هم باز میکنم. اگر شما بعداً یک قالب خواستین طراحی کنین، باید حتما از تایپوگرافی شروع کنین. این رو خیلی مهمه. حالا ما از تمرین‌های دیگه شروع کردیم، ولی شما برای شروع قالب حتما 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 اول از طراحتون بخواین که حتما تایپوگرافی رو انجام بده و شما تایپوگرافی رو ابتدا استایل کنین. خب ابتدا میخوام یک تایتل ساده ایجاد کنیم که یک خط زیرش باشه. این content single block header و اینجا item content. div dot head line. خب مثلا یه H3 میذارم، عنوان زیر خط دار. اینجا item content
movie edge. آیتم گالری جلسه قبل رو چون فلوت داره به اون هم اوورفلو هیده. اوکی، خب میایم استایل میکنیم هد border bottom 1 پیکسل سالید، یک رنگ مشکی براش در نظر میگیریم، 2D refresh. حالا به عنوان مثال میتونیم یک border قرمز هم بندازیم زیر خود متن. اون دو پیکسلش میکنم. خب برای اچ های مختلف حتما می نویسم تا کاربر از هر اچی که خواست بتونه استفاده کنه. شش مارجن باتم صفر دیسپلی اینلاین بلوک بوردر باتم 2 پیکسل سالید FD 6000. خب ریفرش میکنم، یک پدینگ باتم بهش میدم که خیلی به خط نزدیک نشه، 10 پیکسل. برای اینکه خط نارنجی بیفته روی این خط پوزیشن ریلیتیو میدم تا 2 پیکسل تا دقیقا روی این خط بیفته. بعد این باتمش هم زیاد کنم، اشتباه نوشتم، هدینگ باتم. بعضی وقتا ما اینجا یک به مثال مربع داریم و از اینجا به بعد یک خط صاف داریم، یک تایتل دیگه ایجاد میکنیم. همیشه برای تایتلاتون یک مارجین باتم بذارید. خب این عنوان ها رو هرچی دلتون خواست بذارین، ولی همیشه یک استانداردی برای خودتون داشته باشین که توی پروژه های مختلف بتونی ازش استفاده کنی. خب line true line height مثال 20 پیکسل background 2D. من اینا رو بزرگ در نظر میگیرم که کامل معلوم باشه. خب padding 20 پیکسل. خب از همین نوبت اچ ها میرسه، این 20 پیکسل رو که میرسه اون که مربع اینور درست شده میشه. فقط این هدلاین رو میکنم لاین ترو. اچ یک مارجین صفر 10 پیکسل بکگراند اف اف اف. و این از اینجا تا اینجا رو گرفت. برای اینکه فقط به اندازه خودش عرض بگیره دیسپلی اینلاین بلوک اوکی و به جای مارجینگ
هدینگ بهش میدم 0 10 پیکسل. مارجین 0. خب ریفرش میکنم. ببینید اینجا خط افتاد و شما عنوان بکگراند سفیده و داخل این خط. شما برای اینکه این خط رو نازکتر کنین میتونین از دستورات دیگه استفاده کنین. حالا من با یه HTML دیگه مینویسمش. نیسم border تور. اگر بخوام IE 8 هم ساپورت کنه یک اسپن می نیسم. اگر نخوام از همین بیفور و افتر میتونم استفاده کنم. خب حالا فرض میکنیم که CSS 3 رو میخوایم ساپورت کنیم. یک border تور رو داریم. position relative یه after داره content display block height 1 پیکسل background. خب back border افتاد زیرش. position absolute left 0 right 0 top 20 پیکسل 10 پیکسل. ریفرش میکنم. خب میتونم تاپو بکنم 14 پیکسل. کلاسش رو جایگزین میکنم برای لاین ترو چک. همون پدینگو اینا رو براش میذارم و position relative z index 2 که بیفته روی این خط. ببینید گفتم همیشه یک مارجین باتم براشون بذارید که روی خط نیفت، رو نزدیک به هم نیفت. خب شما میتونین ارتفاع خط رو بیشتر کنین با افتر، مثلا 3 پیکسل بشه، به این شکل داشته باشین. اگر تکست الاین رو سنتر کنین وسط چین خواهد شد. از این یک کپی میگیرم. سعی کنید مثلا خود سنتر رو مجزا بنویسین. دات سنتر تکست الاین سنتر این وسط چین خواهد شد. خب حتی مثلا به جای بکگراند سفید یک بکگراند دیگه میتونین داشته باشین. بکگراند FD6000 شد. نه اینجا نه، برای خود اچ ها بکگراند FD6000 و رنگ سفید. میتونید برای رنگ های مختلف کلاس های مختلف تعریف کنین تا بتونین با استفاده از ترکیب کلاس ها هر چیزی رو که خواستین درست کنین. شما حتی میتونین از عنوان های آیکوندار استفاده کنین. اینا ها همین مثاله برای اینکه شما بدونین که عنوان سال آیکون
تایتل، یا مستقیما فونت آسان از کلاس خود آیکون استفاده کنیم. عنوان مثال این آیکون کپی میکنم، قبل این آیکون میذارم. خب براش مثلا میتونین آیکون تایتل پیکسل آی دیسپلی این لاین بلوک هیت 20 پیکسل، لاین هیت 20 پیکسل، بک گراند اف دی 6000، اوردر رادیوس 50%، کالر اف 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 تکس الاین سنتر. خب ویتسم بهش میدم 20 پیکسل و مارجین لفت 10 پیکسل. اوکی، یا میتونین کلاس بدین که حتی این توصیه نمیشه، به مثال آیکون تایتل ارو. من این آی رو پاک میکنم، به جای آیکون تایتل دات ارو بزنم اچ 3 دو نقطه بی 4. تنها کاری که باید بکنم یونیکودش رو کپی کنم، کانتنت و چون کلاسش FAS هست این فونت فامیلی رو هم باید بهش اضافه کنم با فونت ویت. ریفرش میکنم، این نتیجه همونه، منتها وقتی خواهین از کلاس ها استفاده کنین برای آیکون های مختلف باید این کلاس رو تعریف کنیم. عنوان مثال اینجا برای ارو بود، حالا برای مثال تیک میخوام برای این ایجاد کنم، یک کلاس تعریف کنم به اسم چک سی. میتونم این رو بردارم، کانتنت رو هم بردارم، فقط برای کلاس های مختلف کانتنت بذارم. اینجا کلاس چک رو تعریف کردیم و یونیکودش رو من کپی کنم، جایگزین کنم. خب میبینید اینجا اجرا شد. با کلاس های مختلف مثلا کلاس رنگ تعریف کنین، اگر کلاس مثلا گرین داشته باشم دات گرین
background خب طبق نظر طراحتون که براتون تایپ گرافی ها رو چیز کرده، شما با استفاده از کلاس های سنتر، رنگ و موارد مختلف میتونین تایتل های مختلف تعریف کنین. جلسه آینده میخواییم راجع به پاراگراف ها، هدینگ ها و لیست ها صحبت کنیم.